سلام دارم خدمت تمام هموطنهای خوب و نازنینم، افغانهای عزیز و افغانستانی های گل. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان دل در پناه خداوندی یکتا بوده باشید. صبح زیبای شما بخیر و سلام دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانهای عزیز در سراسر دنیا، هم زبانهای ما. هر جای دنیا هستید در پناه خداوند باشید. صبح زیبای شما هم بخیر. نازنین ها، امروز در خدمت شما هستم با داستانی از خانم افغان که فعلا در هند زندگی میکنه و در هندوستان هستن و خواستم داستانش براتون اینجا با شما شریک بسازم. پیش از اینکه داستان رو بگویم خواستم یک تشکری خاصی بکنم از تمام شما. یک تشکری بکنم از خواهرایی نازنین و دوست داشتنی خودم. تشکری میکنم از یکایک شما بابت تمام کامنت های شما. تشکری میکنم از خواهرانی عزیزی که بر من پیام دادن در اینستاگرام. تشکری میکنم از تمام شما خواهرای خوبم. سه تا از پیام ها رو امروز براتون میخوانم و شما گوش کنید، بعد از او داستان رو براتون نشر میکنم. پیام اولی از خواهر ما زهرا، که زهرا جان که در ورجینیا زندگی میکنن، بر ما پیام دادن و بسیار سلام علیک گرم روان کردن و گفتن بسیار دوستتان دارم و من در ورجینیا حدودی 6 سال میشه زندگی میکنم. تشکری میکنم از خواهری عزیز و نازدانه ما. و خواهر دیگه ما هم همچنین پیام داده بود در اینستاگرام که نامش نمیگیرم، شاید راضی نباشه چون ازش نپرسیدیم، از ولایت زیبای فاریاب هستند. بر من دیروز پیام داده بود و سلام علیک بر من فرستاده بود و بسیار گفته دوست دارم خواهر عزیز و نازنین ما. تشکر میکنم از خواهر عزیز ما که ایوم در ورجینیا زندگی میکنن، خودش گفته حدود 17 سال است اگر اشتباه نکرده باشم، گفتم من در ورجینیا هستم. خواهر دیگه ما عزیزان دل از شهر و زیبای نیویورک بر من پیام داده، خواهر سهیلا جان من که گفته بسیار دوست دارم، حدود 12 سال است در نیویورک زندگی میکنم، عاشق ویدیوهایت هستم. و همچنین خواهر لیلا جان، تشکر میکنم از تمام شما بابت پیام های زیبای شما. و تشکر میکنم خواهرانی عزیز من که تا اینجا من را ساپورت کردین و با ما بودین و از خواهرای دیگه تان دفاع کردیم. شما زنهای قهرمان افغانستان هستید. شما قهرمان هایی هستید که از دست نامردا اینا شیرای خانه روبای سارا هستن. شما زندگی خودتان در دستتان گرفتید و از خودتان مواظبت کردید و قهرمان شما هستید. من برای شما لقب قهرمانی رو میدم. شما زنهای قهرمان هستید. باور کنین یک وقتای یک گپ میشه، یک آنجای با دوستا حرف میزنیم، با دخترای با فامیلم حرف میزنم، اولین چیزی که من برشان میگم زنهای افغانستان قهرمان هستن، نه مردای افغانستان. مردایشان وحشیایشان آدم کش هست و بیغیرتایشان هم که اونه پالوش گریختن رفتن خارج. قهرمان هایشان تمام عمر نفر کشتن، اینا با او قهرمان شدن، چوها کندن و مردم داخل چو انداختن، در او غیرت و قهرمانی اینا دیده شدن. ولی قهرمان های اصلی شما ها هستین که بچه کلان کردین، در دنیا آوردین، در سرما و گرمای افغانستان زمستان بخاری نداشتین، تا استان هم نه پکن نه کلر نه چیزی دو بوده که شما در او یکمی راحت شوین و در سایه او بشنین. شما قهرمان هستین. خونتان دموشتتان گرفتین و اولادایتان کلان کردین، لد خوردین و کفته شدین و اولادایتان کلان کردین، برش غذا پختین و خوب شاید چاره نداشتین به جز اینکه در همونجا باشین، ولی قهرمان های اصلی شما ها هستین و خواهیم هم بود. سلامی از رای دور برای زنای قهرمان افغانستان ایران دارم امروز. شما قهرمانایی هستید که امروز مردا از طریق شما سربلند شدن.
زن زندگی آزادی را عزیزان شعار مردم ایران بود، ولی من زن زندگی آزادی را بر مردم افغانستان میگم. درست است بعضی وقتا همزبانای من شکایت میکنه که تو چرا از ایرانی ها تقلید میکنی؟ مثل که یک برادر ما گفت، خواهر ما گفته که حافظ از ایرانی ها هست و نمیفهم. خب عزیزان دل، مردم در او سر دنیا کس سعدی و حافظ نمیشناسه، شعرهای حافظ استفاده میکنه. شما نمیشه که برش توهین بکنین. البته شوخی کردم، میتونین توهینم بکنین، من در قصه تان نیستم. هر چیزی که باشه من از امون استفاده میکنم. زن زندگی آزادی شعار شماها هست، ولی من میگم این شعارها باید در در و دوکانهای افغانستان در پشت دروازهای بیغیرت ها نوشته شوه. زن زندگی آزادی، که نه کمی در خود بیایه و از زنهای افغانستان دفاع کنه. ای کاش کار میکردم، ای کاش کار میشد که یک افتخار میکردم برای یک مرد افغان، یک عکسی را بر من روان میکرد از افغانستان که ببین خواهر سارا، من در دمی دکانم نوشتم که زن زندگی آزادی. به خدا اینم اینجا برش افتخار میکردم، از اینجا من را قهرمان مینامیدم. ولی همچین مردی در افغانستان هنوز پیدا نشده که از کدام زنی حمایت کرده باشن. تا تانستن فرخونده و فرخونده ها را کشتن، تا تانستن زنها را سنگسار کردن. بخاطر امو لقب قهرمانی باید در زن افغان داده شود تا در یک مرد افغان. اگر روزی برسه که زن در افغانستان رئیس جمهور شود، من حتما میرم معاون او میشم. روزی در سرتان بیارم، روز در سرتان بیارم که بوتای زنایتان را زیارت کنید. این را براتان وعده میکنم. کاری میکنم که هر زن دست در روی، هر مرد دست در روی زنش بلند کرد، سه روز در پایش اوزان کنم. میرم تو در شهر کابل دم چهار سرکم. این را مطمئن باشیم. از من بترسیم. و از رئیس جمهوری که زن شود در افغانستان. تمامی قصولی ها را از شما میکشیم، تمامی کینه ها را از شما میگیریم. زن اگر در کینهش برسه از صد سال هم تیر شد و زنده اگر باشه، هنوز میگر زود است. چرا؟ ببینید امروز داستانی زن افغان برتان میگم که چی تو اینی از شوهرش انتقام گرفتم. نه از انتقامی که او را زده باشه، نه انتقامی که او را سوختانده باشه، و نه انتقامی که او را کدام مرگی موش داده باشه یا کدام کافور. نه، حالا گوش کنید، دیده بورین که امروز سارا خانم برشتان چی آوردم، امروز سارا خانم برشتان چی داره. خب داستان خواهر ما رو شروع میکنم. تشکری کردم از شما به خاطر پیام های شما، یادم نرفته باشه، اگه یادم رفته که دوباره تکرار کنم، ولی نه یادم هست، حافظم بسیار خوب است. داستان خواهر ما رو امروز براتون میگم که از شهر زیبای کابل بودن و فعلا در هندوستان هستن، در هندوستان زندگی میکنن. خدا رو شکر صاحب پول هست و صاحب پیسه هست و صاحب موتر هست و صاحب خانه هست. گوش کنید که این چه قسم گریخته و چه قسم روزهای سخت رو دیدم. سلام خواهر سارا، من یکی از قربانی هایی هستم که قربانی شدم و دو سال در زندان تیر کردم. بالاخره آزاد شدم. آزاد شدم در ضمانت و آزاد شدم در واسطه. در زندان برای چی رفتم؟ خب داستان از اول شروع میکنم. دختری بودم، یک دختر بسیار عاجز و دختر بسیار گپ گوش کن که مادر من بر من یاد داده بود که گوش کنی هر چیزی که شوهر تو بر تو میگه گوش کن، خوشوی تو بر تو میگه گوش کن، خسور تو بر تو میگه گوش کن. چون من خود من همچین زنی بودم، تو هم سعی بکن یک زن خوب شوی. صنف پنج مکتب خواندم، من از مکتب کشیدن، دیگه من مکتب نماندن. چون میگفت تو بسیار مقبول هستی و خواستگار بر تو میایه، ممکن است در کوچه و بازار کدامی تو را دوزی کنه. مادرم همیشه بر من میگفت که دختری مقبول مثل تو را مردم دوزی میکنه، بچه‌م در خانه بشی. در حالی که او گبا نبود، من میفهمیدم پسان خودش میگفت من چون مکتب خوش نداشتم که تو مکتب بری و تو را از مکتب کشیدم که تو در خانه بشینی و یک شوهر پولدار پیدا شوه تو را خوشبخت بسازم. و
بالاخره همون قسمم شد. 13 سالم بود که بر من خواستگار می آمدن و در 14 سالگی من نامزاد شدم و یک سال در خانه پدرم بودم و مرا شوهرم عروسی کرده بود. یک مرد بسیار پولدار و پیسدار آمد که از سر من 10 سال کلان بود، یعنی زن دیگه نداشت. زن اولش من بودم و آمد مرا خواستگاری کرد و مرا بردن در خانه شان. توی کردن و شیرنی خورده شده و بعد از شیرنی خوری اینو عروسی میکنن و میرن خانه شان. این مرد قدر عیاش بود و این قدر این مرد بدگمان بود. ای هر کار خودش میکرد خیال میکرد مام میکنم. بسیار مرا تعقیب میکرد در سر هر چیز. در عروسی ها میرفتیم، سعی میکرد که خوهرش یا خوهر دیگهش موازم باشه که من یک وقتی روی ملوش نکنم. در سرای راه اگر زیارت میرفتیم کسی روی من نبینه، مواظب بود چارچشمه. اگر خواهرش با ما بد بود از دروغ میرفت میگفتیم روز زن تو باشه و ناخود فروش گب زد. این مرا لط میکرد در قصد کشت. خواهرش اگر با ما لج میکرد سر کدام کالا تیلا که بر ما بتیم دارسی بپوشم برش نمیدادم، میگفت تو خبر داری اون روز که زیارت رفته بودیم زن تو با امو ایشان گب زد، مرا میزد. خب خلاصه این گبا داخل خانه ما آمد، طوری شد که بر من میگفت دیگه حق نداری پیش بچه کاکایم بشینی و اگه ما گب زدیم تو خنده کنی. در سر یک دسترخوان بشی اگه ما کدام گبی خنده دار زدیم تو دندانایت معلوم نشوه، نه نیش تو رو کس نبینه، حتی نکنی یک وقتی خنده کردیم ای تو خنده کن. بر من میگفت. خوب خواهر سارا با بچه کاکایش بسیار علاج بود. بچه کاکای کلان از ای را میگفت ما دوست داریم، بین خود دوست بودن. در سر یک دسترخوان نان میخوردن، خانه هم دیگه میرفتن، خانه شان میامدن. ولی همیشه میگفت بچه کاکایم مردگاو است و بچه کاکایم چی است؟ اینه چشم دارد تو مواظب باش. در خانه ما که آمد سعی که من نبودم رایش نتی، من نبودم بوش کو پوش دروازه، هیچ وقتی تو دروازه حق نداری باز کنی. ولی خوهرم میتونه خوهر جوانم برو باز کنه، دست به تکت از او اینی کنار بگیره. ما دست دادن کنار داده کنار گرفتن نیم. خب خلاصه در خانه اینا من بعد از یک و نیم سال ماندم حامله شدم و بچه کردم. یک دخترک در دنیا آوردم. دخترکم یکی 2 ساله بود. اونم تو بدگمانی این روز تا روز بعد شده میرفت. خوهر ای را دشوی دادیم، خوهر زیارسی کرد و من وقتی که خوهر زیارسی کرد من بچه دختر یک و نیم ساله داشتم. ای برم کلگی گفته بود که داماد در خانه سعی کن مثل بچه کاکایم نباشم. یعنی در کتی بچه کاکایم اگر یکم خود دور میگیرین از داماد زیادتر خود دور بگیرین، که داماد که است در ما شریک نیست یک وقتی بیایه در شما چشم دارم. خوشویم باز میگفت که دامادم در خانه میایه باید قدر قدر کنی که مثل برادره. من در مابین اینا مانده بودم که چی کنم. پیش شروع شوهرم وقتی داماد میامد من سلام علیک نمیکردم. بعد شوهرم که نبود خوشویم مرا دو میزد که خو یال از ننویت خوشت نمیایه از او رقم میخوایی بکشی. بعد برش میگفتم بچه تو دوست نداره که من کتیم. میگفت بچه ام بد کرده که دوست نداره. سمسایی بیا سلام علیکی کو. یک روز برازی گفتم که مادرت مرا جنگ میکنه. میگه تو چرا با دامادم خوب رویه نمیکنی؟ سلام علیک نمیکنی؟ او را که دیدی میگرزی پوت میشی از او روی میگیری. برای من گفت خود سعیستم. دیگه نیده و اندازه که او قصه آزاد باشی هموقع مثلا که او در خانه میایه برو سلام علیکو برش چای ببر و دیگه کن. خب این کار کردم و داماد خنده کرد گفت چی تو وقتی که شوهر دست دیگه تو مگب نمیزنی، نکنه که شوهر بر تو میگه که کسی که کتم و داماد ما گب نزنی. یک مردی چیف بود بسیار دانش ایله ایلخند یکان لوده بودم. من گفتم که نه چیزی برای من نمیگه. گفت خب چی تو شده که حالا اومده سلام علیک کردی؟ و ما گب زدیم و خندیدیم. خب خلاصه ننوگک خورد من ما تو میدید. خورد نبود، یعنی که خورد باشه. او وقتی 12 ساله دختر بود، 12-13 ساله هم که دختر بود
وقتی که اتفاق برام افتاد. یک روز برام گفت که مرا بوتای ما که بود از بوت عروسی ما یک دوتایش همه ایش نپوشیده بودم. بوتای بسیار مقبول و از زمان عروسی من نگاه کرده بودم. یک دو بار پوشیده بودم، یک بار گفت یکشو بر ما بده. من گفتم نه، من ایره بر تو نمیتام، اینا نشانی عروسی ما است، باید باشه. گفت بر من نتی، من در برادرم میگم که او روز یخن تای تو باز میکردی و اینمی چارس اینمینجا امی کشتیگه که ما میگیم کشتی یخن، کشتیگه که نشان میدادی در برادرم. گفتم ما کی در دامادم، گفتم کی من نشان دادیم، گفتم خیال کردی اون روز من تو رو ندیدم. حتی خنده میکردی که بیادرم مگه نمیگه پیش کسی ششتی سگ و دندانهایت معلوم نشه و نخند. تو هر کس تو زن خراب استی، هر کسی که در خانه ما میاید تو کتشونم تو که تو است بیادرم در سر تو گمانش بد است که ما رو میگه سایکو کتشون خود فروش گپ نزنه، سایکو کتی ایشان گپ نزنه و کت سایکو کت کدام بیرون روی شلوش نکنه، تو هم تا استی. برش گفتم یک بابا را نزن، خود بیادرد من را گفته که وقتی که داماد ما آمد سلام علیک بگو، چرا الو تو اومد میزنی، ما کاری نکردیم. گفت خب دلت کفش دمیتی بتایی که نمیتی ما باش که ما در بیادرم میگم یا نمیتی. کفش برش دادم ولی در بیادرش گفتم خوهر تو تمام چیز مرا تهدید میکنه. او روز که تو گفتی با داماد گپ بزن میخواستم برش بگویم که یک وقتی اگه این شیطانی کرد من پیش گفته باشم. تو من مادرت گفته بود که با داماد گپ نمیزنی، تو گفتی گپ بزن. ما کتو گپ زدم یالی مرا میگم ما در بیادرم میگم که تو کتو خنده کردی و یخن تا نشان دادی. گفت مگه تو این کار کردی؟ گفتم نه، تو مت میزنم. گفت وقتی که نکردی از کسی نترس، اگر کرده بودی بترس. من از چشمایت میفهمم که تو راست میگی یا دروغ میگی. گفتم حالا من تو دروغ میگم یا راست میگم؟ گفت هنوز نمیفهمم، باش دیده برم که چی میشه. یک روز که اینا در خانه نبودن و ما و خوهر خوردش بودیم و خوشویم نبود و هیچ کس در خانه نبود و داماد آمد خانه ما که مثل به حساب خودشان پشت پیسه قرض در پیش خوشویم آمده بود که بیای از ما یک مقدار پیسه قرض بگیره و پیسه کار داشت. ای در خانه آمدم و من سلام علیک کردم، دهی چای بردم، خب ننوم هم در پیشی رفت و سلام علیک کردم، من رفتم سلام علیک کردم و ننو از پیش ایزه خیست و من همونجا بودم و خب خلاصه یه ششت که تا خوشویم بیایم که خوشویم آمد و ای گفت من پشت پیسه قرص آمدیم و من بسیار ششتیم و من برای زنان جور کرده بودم. خب او روز خلاص شده رفت و ای بعد از اینکه او رفت گفت وقتی که من نبودم درون اتاق چی میکردی با او؟ چرا وقتی من خیستم تا من نخیستی؟ ننو این بر من گفت. گفتم تو دختر چی بلاستی؟ چرا گباره میزنی؟ هیچ کاری به خدا من ششته بودم کت از او. گفت من دیدم تو را شوهر خوهر من که میبینی تا خود گرم میگیری کت از او. خب خلاصه ای مشکلات بود که ای در بیادرش گفت و بیادرش من را بسیار زد، بسیار من را لد و کوب کرد که حتی خوشوی محمد گفت که تو بد کرده بود در خانه ششته. گفتم خود چی میکردم در خانه بود؟ ای خیستم همونجا بودم، من بودم بالا ای خیستم. خب خلاصه کلشان مرا گفتن تو کاری خوبی نکرده و این کارا نباید میکردی و لدم خوردم و بسیار از دست این مرد من شکنجه شدم. خب یک روز که ای آمد مده پیش این مرد که نرفتم پیش امی داماد، کتی زنش آمده بود چون ننوی من بود من نرفتم. ننوی من آمد داخل اتاق گفت که چرا آمده به شوهرم سلام علیکی نمیکنی؟ گفتم حتی این امی مادر تو هم آمد دم گفت که تو در چشم بد پیش دامادم ششته و اونو خوهر تا منی تو میگم. گفت مگه تو در چشم بد باشیم سعی میکنی؟ گفتم خود مرا برادر گفته که با شوی خوهرم گپ نزن. ما یه گپ در زدن بودیم و گپ میزدیم، یک زمانی من متوجه شدم که شوهر ازی گوش میکنه از بغل. گفتم اون روز که شوهرت آمده بود در خانه پشت پول قرض گفتم خوهرت خیست و من اونجا بودم تا ای خیست. گفتم تو میفهمی او شو چه قملت خوردم، او رو چه قملت خوردم. حتی مادر دام آمد گفت تو بد کرده که با او در خانه ششته. شوهرم مرا گفته دیگه اجازه نداری پیش داماد ما بشنی، داماد ما خراب استم.
وقتی که گپ گفتم داماد از پشت سر از ای آمد در خانه در آمد. یک آدمی البته کدام در افغانستان تو مردا بسیار زیاد است. آمد گفت من چی خرابی کردیم که شوی توی تو گفتم. من ایران بودم که چطور گپ ما کرد کنم پس بگویم نه برادر تو کج شنیدی من تو نگفتم خوبی شنیده بود. ای دست ننوی ما گرفت و خانه برد. خانه برده در خانه جنگ کرده و خوب بسیار ننوی ما زده. که ننو امروز دیگه شامد خانه ما که در بیادرش که بگوید که زن تو مرا زیر لد آوردن با مادر تو. خب دوباره مرا لد کردن و مرا زدن. بعد از دیکی اتفاقات افتاده بود دیگه شواری ننوی ما سعی میکرد که یک رقمی از ما استفاده کنم و یک رقمی که در ما ارتباط برقرار کنم و که در ما گپ بزنم. یک روز که در خانه بودن کلگی ما در آشپزخانه بودم در تندورخانه غذا پخته میکردم. اینا کلشان درون اتاق بود که شوهر ننوی ما آمد گفت چی پخته میکنی؟ یعنی ما در سر دگدان بودم ای خودم میخلانده اینا در ای تو واس کرد در دیگه که چی پخته میکنی و سر ای همین نبود در سر ما بخوره که شوهرم آمد از خانه بیرون و ما را دید. آمد دید و آمد و اول خویی را گفت چی میکنی در سر تنور؟ گفته ایچی آمدم دیدم که ببینم زن خاشنه من یا خسروره من چه پخته میکنم. گفت خوب دیدی برو دیگه ایره یک گبی امتو تون زد و ای رفت و مره در تندورخانه یک قدر زد که صدای داد بداد مره اینا شنید و از خانه آمد بیرون و داماد یخن ایره گرفت که چرا میزنی؟ مگه برده گیر کرده؟ مگه چه کار کرده؟ چرا میزنی؟ که قال مقال اینا برآمد و مرا بسیار خون و خون پر کرده بودن که شک پلیس آمد و یعنی همه جای پلیس گرفت و یک موتر پلیس آمد و که همسایا خبر کردن. یعنی من بسیار خون و خون پر شده بودم. خوب کابل بود دیگه. بردن مرم حوزه بردن ایرم حوزه برد گفت ایره من کتی شوهر خواهرم دیدم که یک دیگر ماش میکردن و به خاطرم رو زدیم. من زندان رفتم. زن شویدار تو چطور رفتی کسی را ماش کردی؟ مردک هم زندان شد ولی زود آزاد شد که گناهی نکرده بود ولی من زندان شدم. دو سال دو نمو تو اومدی که اینا در سر من زدن و دیگه بار بار پیش قاضی گفته بود که من این رکت دامادم دیدم و زن من بسیار یک زن خراب است و دو سال من در زندان تیر کردم و کودکم در پیش اینا بود. خب خلاصه می آمد ملاقات من می گفت تو یه اشتباه را کردی. می گفتم نکردیم به خدا او حتی رویش در روی من نخوردم فقط سر دیگه باز کردم ما سر ما در همدیگه بسیار نزدیک شد همی بود. خب خواهر سارا دو سال در زندان بودم. پدر و مادرم مرا آزاد نکرد. پدر و مادرم پول داشتن می دانستن سند خانه را ببره بانه. ما کدام زنا نکرده بودیم فقط گفته بود که اینا با هم دیگه یعنی رابطه داشته یک چیزی را جور کرده بودن و کلگی هم باور کرده بود در حالی که من خون و خون پر بودم ولی من زندان شدم. اینجا شوهر من استفاده کرد و ننوی من و خوشوی من را زندانی کرد. بعد از دو سال که دو سال در زندان بودم که بار بار من توبه کشیدم که من از اینجا بکش ما کنیزی تو میشم در سر من میتانی ده تا زن دیگه هم بگیری فقط ما کنیزی تو رو میکنم من از زندان بکش. بالاخره این کار کردن و آمدن من از زندان کشیدن و ما وقتی که از زندان بیرون آمدم این زن گرفته بود یعنی عروسی کرده بود. خب من در او خانه مثل کنیز بودم. ما با ضمانت آزاد شده بودم یعنی دولت مرا گفته بود که دیگه اگر تو این بار اگر گرفته شوی کدام اشتباهی بکنی تو سنگسار میشی تو تیکه تیکه میشی پارا پارا میشی. این دفعه هم که تو از زبان خودت تو میگی من نکردم اینا میگه کرده با همو جرمی که شوهر تو فتوا داده که تو را دیده تو باید زندان شوی. در سر من زندان زیاد قید زیاد آمده بود ولی اینا مرا کشیدن. وقتی که من از زندان آمدم بیرون من فقط در فکر انتقام بودم که من چطور از اینا انتقام بگیرم و من با کی بگریزم و با کی من فرار کنم.
نمیتونستم در شوهر خواهر ازی که نزدیک شوم. خواهر ازی زنش طلاق نداده بود، با هم دیگر زندگی میکردن، ولی خانه اینا نمیامد، نمیرفت. میفهمیدم که زندگی بدک ندارن. همیشه ننوی میامد، ننوی میگو پیش ما پف میکرد که شوی مت تو کرده و شوی مت تو کرده. میفهمیدم که ایرا شویش دوست داره و شوی ازی بایی زندگی میکنم. میگفتم خدایا یک کار کو برای من یک راه جور کو که من بتانم از دست اینا فرار کنم و یک داغی هم در سر دل اینا بانم، که بالاخره او کار کردم. ننوی خوردی که بار بار مرا زیر لد آورده بود که در پیش بیدرش سری اصلی رسپان شیطان در دست او بود، ایشوی کرده بود بچه مامای مرا. اینی را در بچه مامای ما داده بود که بچه مامایم خانه ما میامد و میرم. فامیل ما با ما گپ نمیزد، مادرم گپ نمیزد، پدرم گپ نمیزد، کلشان شوهر مرا دوست داشتن، حتی داروسی شوهرم آمده بودن، ولی مرا مثل سگ از خودشان دور کرده بود. یعنی نام سگ که اینجا ما گرفته بروم در سگ به احترامی میکنم تا همچین فامیلایی. لطفاً سگای عزیز مرا ببخشین، ما شما معذرت میخواییم بابت اینا. من نمیخوایم لقب اینا را در سر شما بانم، لقب شما را در سر اینا بانم. شما با وفاتر هستین، شما حیوانات بیگناه هستین، ولی نمیفهم اینا را در چی کدام نام در سر اینا بانم. خب با خود فکر میکردم که ما باید یک کاری بکنم با این بچه ماما، ما بگریزم بچه ماما را از چنگ ننوی ششک در بیارم و یک میخ در سر دل اینا بانم و از ایران، از افغانستان ما بگریزم. خب خواهر سارا ما این کارام کردم، یعنی بچه مامای میامد و میرفت و ما از این نمبر تلفن گرفته بودم، یک تلفن کنه داشتم، بچه ما کلان میکردم. شوهرم در سرم زن گرفته بود که من نبودم. دو ماه سه ماه تیر می شد، یک شب یک پیش من می آمد. او را اول خمر هرچی که از دانش بر می آمد می گفت که تو در زندان چی کرده و چی چیزا با تو شده و خدا می فهمه تو رو فقط برای کنیزی گرفتیم، روزها تا بگار کالا بشوی، خانه را جمع کو، دیگ بخته کو، جی کم نزن، که چون وعده کرده بودم که در سر من ده تا زن بگیر. خب شمار تلفن بچه ماما را گرفته بودم و مرتب کت از گپ می زدم. برازی گفتم که ننوی ما پیش از اینکه من زندان شوم با دو تا بچه دیگر رابطه داشت، در حالی که ننوی من نداشت. خواستم که انتقام ما بگیرم و بچه مامای ما می گفتم، سن بچه مامای ما هم سن ما بود، می گفتم من تو را دوست دارم، بیا بگریزیم. زن تا ایلا کن، نه زن تا طلاق بیتی، نه دیگه فقط ایلایش کن، بیا بگریزیم. بر من میگفت که یک زنی که بچه مامایم بر من میگفت، یک زنی که زندان شده، از زندان آمده بیرون، شویم داره، من چه قسم با او بگریزم؟ یک روز برش گفتم فقط من از این خانه بکش، من در هر جایی میبری مندازی بنداز، من از تو دیگه توقع ندارم. این حق، این نیکی را در حق من بکو، چون اینا بسیار مرا شکنجه کردن، اینا بسیار مرا جزا دادن. اگر این نیکی را در حق من بکنی، من هیچ وقتی فراموش نمی کنم نیکی دارم. گفت خیلی چی کنم؟ گفتم بیا مرا فراری بده، مرا از خانه بکش. یک چند روز خویش گپ نمی زد، می گفت من نمی تانم کارم. می گفتم می تانی، لطفا بیا یک واسطه شو مرا از امی بلا نجات بده، ولی هم می خواهیم که یک داغ در سر دلی امی فامیل شویم و شویم هم بشانم، یک داغ بزنم در دل اینا. خب خلاصه من و بچه مامایم از خانه گریختیم و از او وضعیتی که بودیم ما گریختیم. ما در یک جای دیگه افغانستان رفتیم، در سمت شمال رفتیم، در یک ولایت بسیار دور افتاده، که تا ما پاسپورت جور کردیم و ویزه زدیم و از افغانستان بر آمدیم و آمدیم هند. هند آمدیم و اونا تا یک چند وقت را خبر نشده بودن که عروس ما با کی گریخته. بعد هم که ننوی میا یک شویم گم شده و شوهرم نیست، اینا میفهمه که ای با یه گریخته با بچه مامایشان،
که اینا رفته شکایت کرده بود و بسیار جنگا کرده بودن که شما عروس ما را فراری دادین و بچه تان ما شکایت میکنیم. اول دولت خب یکم بازخواست کرده بود، بعد گفته بود که خب کسی دیگه وسط مقصر نیست، خب بچه اینا رفته آلمان میتونیم بابش بگیریم بیادرش بگیریم و هر وقت تو بچه اومد ما میگیریم. زمان جمهوریت بود عزیزان، میگه آمدیم کت بچه مامایم هند، کت بچه مامایم هند آمدیم و بسیار از این تشکری میکردم که کار در حق ما کرده. و ما و ای رفته بودیم یک جای بسیار دور افتاده زندگی میکردیم و در بین افغان ها نبودیم، یعنی دور بودیم، میگفتم اینا دنبال ما میاین. ولی این رقیق قرم متوجه بودم که ما از زندان برآمدیم و اینا هم در ما شویی نکرده، شویم هم نیستم. ما در اینا گفتیم که من نوکر تو هستم و ما کار تو را میکنم، تو از زندان مرا آزاد کن. اینا کدام دلبستگی در من ندارم. دو سال مکمل ما از دیلی دور بودیم، در اینوسیار میامدم میرفتم، بسیار دور بودم ولی ما بسیار بر من خسته کن بود. بعضی وقتا میگفتم خدایا از افغانا دور، کارم نمیتانم، بچه ما هم که در پیش اونا ماندم ناوردم، هیچی هم ندارم. خب بچه ما بچه ما نبود، بچه ما را بخی اینا کلان کرده بودن، اون مثل مادر بوده، من نبودم در اون. بچه مامایم ترجمانی میرفت، ترجمانی میکرد، مرتب زنش برش زنگ میزد که چرا کار کردی و پس بیا. این میگفت خب بازی خوردم، این من یه دقیقی گفته بودم میخوای پس بری زن تا بگیری و زن تا بیاری هند، این کار رو بکن، ولی تو اگر بری دولت تو رو میگیره، باید یک کاری بکنی زن تا اینجا بخوایی. اگر تو بری در دولت دستگیر میشی و دولت تو رو زندانی میکنه. میگفتم تو خیال من رو آوردی، من نیکی تو رو فراموش نمیکنم، پیسه که تو خرج کرده من برای تو میتونم، ولی همیقی که من رو کمک کرده من از تو ممنون هستم. دیگه تو ما و تو هیچ رابطه ای نداریم، هیچ رابطه ای نداشتیم با هم دیگه. خب خلاصه بچه مامایم ترجمانی میکرد و مرم در ترجمانی برد و ما در دیلی کجا آمدیم و مرا گفت که من زنم بخوایم به نظر تو، یعنی میایه؟ گفتم ها چرا نمیایه، زنش یک اولادم داشت. و خب خلاصه ای کار کرد و زنش خواست هند و زنش آمد و ای رفته نتانست. ای گفت چون من برشیات داده بودم که بگو مرا ای زن بازی داد، چون مرا این زن بازی داده، یا اگه ما بیاییم دولت مرا زندان میکنم، من تو رو بسیار دوست دارم، تو بیا پیش ما با بچه‌م. برش پیسه روان کرد و دیگه کرد و آمد هند. یکی هند آمد و خب خلاصه یوم ترجمانی میکردم، من ترجمانی میکردم. شوهر ما که از زندان مرا آزاد کرده بود دنبالم آمد هند، میخواست ما ضربه وارد کنه، یعنی مرا بزنه. و ما یک زنی بودم، طلاق نگرفته بودم، طلاق نداده بودم. و آمد و چند بارم خواستن که با ما یک جای شوه و مرا از نزدیک ببینه. نمیفهم چه پلان داشت. من رفتم پیش آپش شکایت کردم، گفتم شوهرم برای قصد کشتن ما آمده، که آخرم رفته بودن گفته بودن نه ما برای کشتنش نامدیم، ما آمده از این معذرت خواهی بکنیم که اتفاق افتاده، خوب بر کار شده بود، بود افغانستان شده بود، دولت هندش کاری نکرد و کی را بگیره زندان کنه یا دیگه کنه. فقط وقتی که ای آمد و ما گفتم باید طلاق مرا بده که اینا طلاق ندادن، اینا که پس رفتن. خب ما طلاق ما از یک طریق مولای پولای گرفتم، مقصد ترجمانی را شروع کردم با بچه مامایم. ما 6 سال ترجمانی کردم، یعنی شوم ما در شفاخانه بودم کت مریضا، یک رقم ما پیسه میگرفتم، یک رقم پیسه میگرفتم خواهر سارا که هیچ کسی اندازه ما کار نمیدانست. مریضا را ما و بچه مامایم که می آمد از خود کابل در نام ما می آمد. من نام خودم یک چیز دیگه مانده بودم، بجوز از فامیل شوهرم کسی مرا نمیشناخت. اولا که پسان اینا مرا بسیار آشنا کردن بین مردم. مریضا می آمد، مریضا را درمان، مریضای عراقی می آمد، از ایران می آمد، ما کمکش می کردم، پیسه می گرفت. خب خلاصه سعی کردم از پیسه ترجمانی برای خود یک خانگه که خورد بخرم. بسیار خودم مصروف کردم با ترجمانی و با پیسه و با کار که هیچ دیگه پشت ملل به خیلا کردم که هنوز من در هند هستم. روزگار بسیار خوبی برای خود جور کردم، با هیچ کسی جور نشدم.
با هیچ مردی در رابطه نشدم، ولی در اون خانه خود خانه خورده برای خود خریدم، نه در خود دلی، بیرون از دلی، که دقل از خود خانه داشته باشم و برای خود زندگی جور کنم. برای خود موتر خریدم، ترجمانی من ادامه میدادم تا اینکه زمان کرونا شد، همه جا بند شد. من پیسه داشتم، موترم داشتم، خانم هم داشتم. کرونا شد و تمامی مردای افغانستان بیکار شدن و حتی بچه مامای مهدیاج پیدا کرد و دمه که بسیار به پیسه هستم، دخترم مرا کمک کن. پیسه هایی که بر من مصرف کرده بود من زمان کرونا برش پس دادم. وقتی که همه جای بند شد و همه جای بسته شد و هیچ مریضی نمی آمد و دیگه مردم، کل مردم بیکار شدن، من کاری دیگه نبود، کمرم بستم، گفتم پیسه هایی که دارم تمام میشم. تو یک زنی تنها هستی، درست است که خانه داری، ولی من نمیخوایم خانه ما بفروشم. رفتم در یک رستوران برای خود کار گرفتم، چون زنی مقبول و زیبا هستم، به عنوان گارسون یا کارگر من در اونجا کار گرفتم با معاش بسیار کم، ولی اونمو کار بسیار کم پیسه مرا تمام نکرد و خرج مرا میداد. و تا همیالی که من در رستوران بسیار یک آدم کلان شدیم، کار میکنم خواهر سارا، در همو رستوران هنوزم هستم، خانم هم دارم، موترم هم دارم، هر کارگری که اونجا میایه من اینترویو میگیرم، هر کارگری که اونجا باید استخدام شوه باید از زیر نظر من تیر شوه. بسیار افغانا را در کار گرفتیم، بسیار افغانا را از گشنگی یعنی نجات دادیم. هنوز هم اونجا کار میکنم، در هندوستان زندگی میکنم، مردم هند بسیار خوب مردم هستن. ای که من تا حال چرا نامدیم در جای مرا معرفی نکردن، حدودی چند سال میشه که من در هند هستم، شاید خود من پشت کارم هیچ نگرفتیم، هیچ وقت سراغی یونسیار نرفتیم و هیچ وقت نگفتیم که من معرفی شوم. چرا مرا جای روان نمیکنه؟ چون زندگی خوب داشتیم، زندگی من امیالم خوب هستم. هیچ وقتی از فامیلم خبر نگرفتیم، هیچ وقتی فامیلم ساپورت نکردیم، ولی داغی که در دل اینا ماندم هنوزم که هنوز است. یک وقتی با دختر عروس مامایم روبرو میشم، برش میگم کارایی که در حق ما کردی ببین بخشدگی بگیر از ما، وگرنه خداوند تو را نمیبخشم. بسیار شرمنده هستم، بسیار میشرمم از کاری که کردم. میگم من تو مرا نبخش، خدا نمیبخشم، ولی من هیچ وقتی او را نمیبخشم. کارایی که در حق من اینا کردن، من نه که دو ضرر برسانم، ولی میگم خدایا حق من را از اینا بگیر. برای من میگه که تو اگه پس بری اونا اولادتا برای تو میتن. هنوزم میخوای من در دام او بیدر وشیش بفتم، یکی کار را نمیکنم. خواهر سارا زندگی بسیار خوبی دارم، در هندوستان زندگی میکنم، ولی چند وقتی میشه که دل من را زده، میخوایم خانه ما بفروشم و موتر ما بفروشم، یا امریکا بیاییم یا کانادا. هنوز تصمیم ازدواج هم نگرفتیم. خیلی ها بر من میگه تو چرا ازدواج نمیکنی؟ میگم نمیفهمم، من از هیچ عاشق هیچ مردی نشدیم. خیلی ها زمان ترجمانی بر من پیشنهاد میکرد، خیلی ها میگفت تو چی، تو زن افغان هستی که تو هیچ با کسی دوست نشدی، عاشق کسی نشدی، چرا تو بار نمیری؟ مریضای من مرا میگفت مرا بار ببر، میبردم از دان دروازه، میگفت تو بیا، میگفتم من نمیایم، من میخوایم روی پای خودم استاد شوم. من اگه بار بیایم با یک زنی که معتاد میشه در الکل، یک زنی که خراب میشه، من چه فرق میکنم؟ من 2 سال زندان بودم، من در زندان قدر با خود فکر میکردم که خدا میفهمه، یک قدر با خود من میاندیشدم که چرا ایتو شد، چرا من نگریختم از خانه اینا، چرا من فرار نکردم. من تمامی پلن هایی که فرار کنم من زندان گرفته بودم. فعلا تصمیم دارم که از هندوستان برایم خواهر سارا، شاید یا کانادا بیایم یا امریکا، معلوم نیست، خداوند درباره من چه پلان داره این را خودش بهتر میفهمه. ولی اگر بتانم امریکا میایم، چون میفهمم که زنای مثل خود من در امریکا زیاد است و در کانادا هم زیاد است، فکر کنم کانادا برای من شاید آسان‌تر باشه و امریکا سخت‌تر. هر چی که خدا بخواد همون میشه.
خب عزیزان دل، ببینین داستان شنیدید. امیدوار هستم خواهر ما موفق شود، هر جایی که دلش میخواهد بره. یک زن تنها برش بسیار سخت است که در کشوری مثل هند بشینه. کشور هندم عزیزان کشور بسیار پیشرفته است، بسیار کشور خوب است، ولی برای یک زن افغان که تنها زندگی کنه آینده نیست. آینده چه قسمی نیست؟ اینی کار آباد نیست. در اونجا در هندوستان خب بسیار مردم های غریب هست. اگر تو یک سرمایه دار شوی ممکن است یک روز در سر تو خدای نکرده کدام حادثه شوه. دوزی هست، تجاوز هست که بسیار چیزا را دولت هند خودش پود میکنه. اگر یک کار میشه در هند، پلیس هند تا جایی که میتونه سعی میکنه که مردم خبر نشوه. که این چیزا را ما بسیار شنیدیم در هندوستان. اگر تجاوز صورت میگیره، اگر مردم خبر نشه و پلیس هند فورا او را زیر کار میکنه که در گوش رسانه ها نرسه. و خاطر چی میگه؟ رسانه اگر شنید نام مایی که پلیس هستم در اون منطقه بد میشه. به همو خاطر برای یک زن تنها، یک زن جوان که شوی نداشته باشه و یعنی کسی نباشه از این مواظبت کنه بسیار خطرناک است. من به همو خاطر میگم خداوند اینا را کمک کنه که اینا هر چه زودتر از هند، یک کشور مثل کانادا و امریکا، اروپا خو فکر نکنم از این رفته شوه، بازم اگه استرالیا، هر جایی که میتونه خداوند اینا رو کمک کنه. زن قهرمانه که از اونجا برایه. کاری خوبی کردی، آفرینت، من برات آفرین میگم. خوب کاری کردی، میتونین همچین شویایی را، همچین فامیل شویی را داغ در دلشان بانین که دیگه اینا باشه گمان بد در سر زنش نکنه و زن از یاد دوز بگیر نکنم. مردای مسلمان افغانستان دور از خوبایشان باشه همی بدایشان. عزیزان اینا یک عیب ندارن، من عیبایشان رو حساب میکنم. اینا زنکباز هستن، همون منظورم زناکار، لواتکار هستن، اینا بدگمان هستن، اینا دوز دستن. هر فسق را که بگویی اینمی مردای مسلمان افغانستان دور از خوبایشان باشه اینا دارن. ولی همیشه اینا بیگناه شناخته میشه و زن گناهکار و زن شریک جرم یک کسی دیگه خطا را میکنه و این بندهای خدا زندانی میشن. نی دولتش از اول تا آخر خوب پشت یک زن گرفته، نی مردمش از زن طرفداری کردن، نی خودم این مردای نامردی که از اینا کرده به خدا همو شادی نر غیرت داره که اینا نداره. نه اینا پشت زنا را گرفتن. این قدر دمی زندان زنا هستن بیگنا. در چی جرم زندان شدی؟ هیچ شوهر من را در قصد کش زد، مام تیلش دادم سرش در دیوال خورد مرد، حال ما عمری زندان شدیم. در چی جرم زندان شدی؟ هیچ شوهر من خیانت میکرد، من در سرش غالمغال کردم و من را زد و مام گفتم چرا کار میکنی؟ مام میکنم در اونم قگب من زندان کرده که زن من در خیانت میکنم. جرمی نکردن. در چی جرمی زندان شده؟ دختر 13-14 ساله، هیچ بچه همسایه را کتش، فقط گب میزدیم میخندیدیم، در پلیس شکایت کردن و ما زندان شدیم. در چی جرمی زندان شده؟ شوهر رو من نمیخواستم، مرد همسایه را گفتم من تو رو دوست دارم بیا بگریزیم، من از زیر شهر کابل گرفتن زندان شدیم. 15 سال سرم زندان آمده. ولی یک مرد تجاوز میکنه میگه نکاح کردم. یک مرد زن هر کار کتش میکنه میگه زنش هستم، زندان نمیشم. یک مرد با زنی همسایه روابطه داره و خواهیم داشت زندان نمیشم. تا او را روی هم گیر نکنن. اگر روی هم گیر کرد زن سنگسار میشه برازی شلاخ میایم. این قانونی اسلامی که در افغانستان هست. من دیگه کشورها را نمیفهم. این قانونی اسلام است در افغانستان. قانونی هم مردای مسلمان است. میگم مردی را با زنی که دیدی فهمیدین دگب رسیدین، او وقت مرد شلاخ بزنین، چون مرد است. خدا مرد بوده، پیغمبر مرد بوده و هست. زن هیچ چیز نبوده، نه زن خدا شده میتونه، نه زن پیغمبر. او زن سنگسار کنین بکشین، ولی یک چهار دانه
قبچین در پشت کنش بزنین اعلام کنین. این قانون کشور اسلامی است و مرد اسلام، مرد مسلمان. این مرد اعدام نمیشه، سنگسار نمیشه. ای باز فرداش میبرای میره کتی یک دیگه همه تو گیر میشه. میگه 60 دانش علاق هستم میخورم خو یکم کبود و سیاه میشم دیگه. پس اونم دمو کارش ادامه میده. ولی زن بدبخت 15 سال باید اگه او تو ببینه خو ادام میشه. اینی که نه کتی یک بگریزه دس بدی سیناره دیده باشه خو ایش نیست ده تکسی با کدام ششته باشه 15 سال در سرش زندان میایه. ای کدام قانون هستم؟ ای چطور دینی هستم؟ ای چطور دینی هسته و ای چطور مذهبی هسته که در سر یک زن برای یک دسبدیست گرفته شوه یا یک ماجی چوچه از بغل رویش کرده باشه ای باید 15 سال زندان شوه و ای مردی کی گرفته شده برای زی یک چند ضربه شلاق بیایه چونی مرد هستم؟ خدا مرد است. از کجا میفهمین خدا مرد هستم؟ او کلیا در بدرا شاید هم خدا زن باشم. هنوز خود جنسیت او معلوم نشدم و کل ما میگیم خدا. شما تا حالا دیدین بگه خدای مرد، خدای مرد، ایتو که خدای مرد ایتو که نمیگیم. یا گفته باشیم خدای زن، خدای زن. به خاطری که مهربانیش مثل زن است من میگم خدا زن است. خداوند مهربان است. من مردای خشن بسیار زیاد دیدیم. زیادتر همی مسلمان ها که قبل میگه خدا مرد است، خدا مرد است، کل اینا آدم کش هستن، اینا زن ستیز هستن، کودک آزار هستن، در سر کودک ها تجاوز میکنن، همین ملاها، مجاهده اینا های کمپل، اینا کلشان، اینا همون مردای مسلمان هست که میگه مرد باید 60 ضربه شلاق بخوره و زن دمو که یک دست به دست گیر شده 15 سال زندان باشن، یا که بیخی روی هم گرفته شدن مرد آزاد میشه و زن نه، زن اعدام میشه، سنگسار میشه. خوب عزیزان دل، نازنینا، تشکر میکنم که تا اینجا مرا تحمل کردین. بعضی هایتان که از من خوشتان نمیایه ششتین و گوش کردین که ببینیم آخر عاقبتی این داستان چی میشه. آخر عاقبتی خواهری که گریخت 2 سال در زندان بود فعلا خانه داره، موتر داره و کار خودش هم داره، تصمیم داره که یا امریکا بیایه یا کانادا بره. خواستن توانستن است. اگه این کارا بخواه هم میکنه، میتونه با یک مردی آرسی کنه در امریکا کشور امریکا بیاره آسان آباد، یا با یک مردی آرسی کنه در کانادا گیر کانادا ببره. این قسم هم برده میشه، راحت میایه. حال بعضی هایتان بگوین چی تو میدانه امریکا بیایه، او خو هنوز رستل نشده، شاید آرسی کرد. من میگم یک فیسبوک جور که خواهر من امریکایی ها را کتش عهد کو، یکان مرد امریکایی را کتش آرسی کو بیا امریکا، فرق نمیکنه. حقا افغان های امریکایی هست بیا اینجا امریکا، یا با همین طریق برو کانادا. تو خو خدایی نکرده کدام خلافکار نیستی، خدایی نکرده کدام جرم و جنایت نکردی، یک زن زندانی هستی، 2 سال تو در زندان تیر کرده، جای تو در امریکا هست که تو بیگناه زندانی شده، نه جای کسایی که هیچ مشکل را ندیده و در تیاره 6 تن آمدن امریکا. خب عزیزان دل، شما رو به خداوند پاک و یکتا میسپارم. روز و روزگارتان خوش. هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید. یادتان نره عزیزان دل سابسکرایب، لایک، کامنت نوشته کنید. میخواین که ویدیوها دست به دست شما مردم آگاه شون و هیچ زنی زیر ظلم نمانه و هیچ نری نتانه در سر زن ظلم کنه، ویدیوها رو دست به دست کنید و حمایت کنید چنل که مردا دوش بیایه، از خواب غفلت بیدار شوه. قرن 21 هستم، زنشه نزنه، دخترشه در زور دشوی نته، خوهرشه نزنه، مادرشه به احترامی نکنه. باید همه قسمم شوه، باید مرد افغان قدر رام شوه که تمام مردم بگه ای از کجا هسته، از افغانستان؟ نه، ای از افغانستان نیست، مرد افغان قرام. مردای افغان اگه خوبی کنه که زنجا گفته میشم. باید مردای افغان اونو تو شب بعد من اعلام میکنم سوشال میدیارم، باور کنین.
اگر مردای افغان کلشان آدم شد و من می فردا اعلام میکنم. 150 زن بر من مسیج و تکی خواهر سارا ما زندگی ما عالی است. 150 زن از همین میلیون ها نفوذ افغانستان من سوشال میدیا را اعلام میکنم. دهی باور باشین. من برتان وعده میکنم. ولی نیست متاسفانه 10 تا زنم پیدا نمیشه که بگوی خواهر سارا زندگی ما عالی است. 10 تا. من اینم امروز داستانی را نشر کردم که گفت من با شوهرم بسیار خوش هستم که در کانادا زندگی میکنم. من هنوز داستانی را نشنیدم غیر از لیلی و مجنون افغانی که شیرون و فرهاد افغان که در استرالیا بود که شیرون هم فوت کرد و فرهاد زنده است. من هنوز نشنیدم که کسی گفته باشه ما در زندگی ما مشکل نداریم با شوهرم. خب یادم هم مسیج نمیکنن یا نیست؟ اگر هست خب برای من پیام بدن. اگر 150 نفر جور شد من دیگه اینا رو بد نمیگم، خوبی ها اینا رو گفتم ایرون. اینی خوب میگم. اونم 150 نفر هم که برای من پیام بدن من داستانای اونا رو میایم برتان تعریف میکنم. باور کنین میگم ببینید افغان ها چه قادم شدن. خب عزیزان دل شما رو به خداوند پاک و یکتا میسپارم. روز به روزگارتان خوش. برم صبحانه بخورم که بسیار گوش نشده. یک چای صبح جور کنم دور از دلتان که حتی گوش نکشه و آدم چای صبح مزه میده. البته بدون شما و قمزه نمیده. شما باشین با شما بسیار مزه میده. بازم عزیزان دل چی کنیم دیگه دور هستیم. دلهای ما ده هم دیگه نزدیک است. خداوند یار و نگهدارتان. خدا